اگر پاکستان آرامی خود را می خواهد، افغانستان را آرام بگذارد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. 8 صبح کابل، محمد اشرف غنی رئیس جمهور در جلسه 6:30 اعلام کرده است هر کسی که در صف جمهوریت نمی ایستد پس از این در دولت جای ندارد. غنی صف مقابل جمهوریت را صف دشمن خوانده است. در این نشست غنی گفته است که انتخاب به دست پاکستان است که با افغانستان دوست باشد یا دشمن. غنی صبح روز یک شنبه 29 حمل جلسه 6:30 را که پیش از این بر ریاست امرالله صالح برگزار می شد در ارگ ریاست جمهوری ریاست کرد. غنی در این نشست به 16 تن از منصوبان امنیتی مدال دولتی اعطا کرده است. محمد اشرف غنی در جلسه 6:30 تاکید کرده است که با اعلام خروج نیروهای خارجی برای اولین بار در تاریخ معاصر کشور فرصت مهمی فراهم شده است. به گفته او از سالها به این سو برای روزی که نیروهای خارجی از کشور خارج شوند آمادگی کامل گرفته شده است و برای خروج آنها دولت برنامه همه جانبه دارد. رئیس جمهور غنی افزوده است که برای دفاع و حفاظت از خاک کشور آمادگی کامل دارد. وقت این رسیده است که حاکمیت ملی به صورت کامل عملی شود و افغانستان بی‌طرفی خود را ثابت کند. غنی در این نشست صف مقابل جمهوریت را دشمن خوانده و گفته است آنهایی که در صف جمهوریت نمی ایستند پس از این در دولت برایشان جای نیست. رئیس جمهور غنی مشروعیت جنگ طالبان را زیر سوال برده و گفته است که این جنگ از نظر اجماع علمای دین جهان اسلام ناروا است. غنی همچنان با اشاره به بازنگری روابط با کشورهای منطقه گفته است که روز تصمیم پاکستان است و در صورتی که افغانستان ناآرام باشد پاکستان هم ناآرام خواهد بود. به گفته غنی اگر پاکستان آرامی افغانستان را بخواهد خودش نیز آرام خواهد شد. محمد اشرف غنی به همین ترتیب گفته است که انتخاب دوستی و دشمنی به دست پاکستان است و در صورت دوستی افغانستان آماده است با افزایش همکاری های منطقه‌ای و بین المللی با این کشور نیز همکاری کند. غنی در پایان گفته است که حاکمیت ملی جمهوریت مردم سالاری و افغانستان آباد، آزاد و مستقل خط میشی دولت است و اگر طالبان در این چوکات صلح میخواهند آغوش جمهوریت برویشان باز است. غنی افزوده است هر انتخابی غیر از این بهانه طالبان برای جنگ است. ما مردم ترس نه بلکه مردم اراده مستحکم هستیم. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما کانال یوتیوب پیام روز را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوی دیگر الله یار و نگهدارتان. اوقات